با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم بعد از پخش چند آهنگ زیبا که امیر دوست گرامی پخش کردم. گرچه حال من خیلی مناسب وضعیت نوروز نیست، اما امروز تصمیم گرفتم خدمت شما برسم و نوروز رو به شما هموطنان بزرگوار تبریک و تهنیت عرض بکنم. نوروز روز خوشی بوده است. در واقع چون نیک بنگریم زمان فرارسیدن بهار بوده، یعنی در واقع بگونه میتوانیم بگوییم که تلیعه برکات زمینی، که البته بعد تو اسطوره ها مطالب دیگری بیان شده است، اما گمان من این است که نوروز همواره به خاطر طبیعت بوده. اگر به ادبیات هم مراجعه کنیم این انعکاس رو در رو می‌بینیم. پیش از نوروز جشن دیگر ایرانیان داشتن، جشن سده بود، 50 روز جلوتر از نوروز. اگر درست به خاطر بیاورم، منوچهری میگوید بر لشکر زمستان نوروز نامدار کرده است قصد تاختن و آه کارزار، ونگه بی آمده است به 50 روز پیش جشن طلایه، ببخشید جشن سده طلایه نوروز نامدار. اما این جشن سده رو همونطور که مطلع هستید و میدانید، ضمن این که بعد از عرب هم برقرار بود، اما رفته رفته قطع شد و منسوخ شد و نوروز بر جای خود باقی مان. البته ارز کنم این دولت پربرکت و این ملایان اون سوی دجله سعی بر این داشتند که نوروز را هم براندازند. اگر می توانستند برانداخته بودند. آقای خمینی نمی گفت عید یا نوروز، می گفت جشن بهاره. در واقع این کلمه نوروز از زبان خود صادر نکند. من از امیر دوست عزیزم در اتاق فرمان خواهش میکنم که یک آهنگ دیگری برای شما پخش بکنن و بعد از آن برای شما یک تکه ای از زندگی طوفانی سید حسن تقی‌زاده خواهم خوان که شما در این فرارسیدن سال جدید فراموش نکنید که ملایان چگونه آدم هایی هستن و چگونه اعمالی انجام میدادن و چگونه داره چگونه ذات انسانی هستن از زندگی طوفانی مرحوم تقی‌زاده، رجل بزرگ عصر مشروطه. در جلسات پیش در باب یزدگرد صحبت کردیم و سرنوشت او، که البته ما داستان رو به اتمام نرساندیم چون وقت نبود. امروز دیشب نگاه می کردم خوابم نمی برد به داستان در واقع خاطرات سید محمد سید حسن تقی‌زاده. تقی‌زاده از رجال بزرگ ایران بود، از عصر مشروطه تا همین اواخر هم در واقع بودن و عمر طولانی یافتن و یک کتابی از ایشان چاپ شد به نام زندگی طوفانی که گویا روی نوار گفته بودن و بعد مرحوم افشار این کتاب رو به چاپ رسوند و من شگفت زده شدم در مقطع مشروطه که در واقع فضای آزادی بود و در مدرنیته و اینها، این آخوندها چه می کردن. و در این مقطع نوروز من عرض کردم ما گاه بایستی در این گونه مواقع خود تنها با خود باشیم و فکر بکنیم نسبت به اون چه گذشته است و در واقع یک ریویوی، یک مروری بر اندیشه خود بکنیم و بر مملکت ما چه رفته و در واقع ما چه باید بکنیم. این است که من این تکه رو خدمتتون انتخاب کردم میخونم ببینید که اینا. و نوروز در واقع روز نشاط و شادی برای ایرانیان بوده و حتی اگر جباران روزگار ایرانی بودن، هنگام نوروز دست به کاری می زدن که مردم را خوش بگذرد و بدترین زمانها البته برای نوروز روزگاری بوده است که کشور ما دستخوش قتل و غارت بوده است
مثل واقعی حمله مغول، مثل اون خونخوار عرض میکنن که معروف تیمود لنگ، یه دو یورش 7 ساله. معلوم میشود که در این دوره ها البته ایرانیان نوروزی نداشتن، همه شهرها سوخته، مردم کشته شده، در واقع خرابی مملکت این است. اما هر آینه چنانچه ایرانی بر ایران حاکم بوده است، در روزگارانی که ما سراغ داریم و در تاریخ دیدیم، سعی میشد است، میکرد است دستگاه حکومت که بر مردم خوش بگذارد. این داستانی که میخونم البته به نوروز ربطی ندارد، اما ذات ملا و شیخ آخوند را نشان میدهد. سردار این مرحوم تقی‌زاده میگوید یک روز من پیش سردار اسعد بختیاری رفته بودم. این مقطعی است که سردار اسعد وزیر داخله بوده. او کاغذی به من داد و گفت آقا این را بخوانید. سفارت انگلیس نامه نوشته بود و مراسله جنرال کنسول انگلیس در مشهد را که سایکس بود و کتاب درباره آن نوشته است و همراه داشت. او در اون کاغذ نوشته بود در نزدیکی شهر نیشابور در یک دهی که اونجا جمعی از اسماعیلیه بودن و یکی دو نفر از اونها به حج رفته و برگشته بودن، آخوند اونجا که گویا شیخ باقر نام داشت طمع کرده بود که داره اونها را ببرد. حالا دو تا اسماعیلی از این ده نیشابور مسلمان اسماعیلی رفتن به حج و برگشتن، ثروتمند بودن. آخوند ده طمع میکنه که مال اینها رو بخورد و ببرد و عنوان کرده بود که اینها اسماعیلی هستن. پس به مشهد رفته و از معین القربا نامی فتوا گرفته بود که اونها خارج از دینن. رفته از یه آخوند پستر از خودش فتوا گرفته که اینها خارج از دین هستن. بعد آمده بود و روز جمعه قوغا را انداخته و مردم را جمع کرده بود که اینها واجب القتل هستن. بله البته واجب القتل هستن، چون داره مال و منالی بودن، آقا مخاطب رو کشه بالا، واجب القتل هستن. تا اونجایی که یادم میامد نامشان گویا حاجی محمد ابراهیم تا حاجی اسماعیل بود. اینها نامهای اون دو اسماعیلیه بودن که از مکه برگشته بودن به ده. بسیار خوب، نتیجه اون که اونها رو گرفت و آورد به میدان اون ده و گفت اینها رو باید کشت و کسی را فرستاد به شهر نیشابور پیش حاکم خازن الملک که یک میرغضب بفرستید لازم داریم، میرغضب بفرستید لازم داریم، غضب مملکت رو. حاکم به جایی که اقدام کند که جلوی این کار را بگیرد گفته بود در نیشابور میرغضب نداریم. حاکم اونجا از خراسان مستقل بود. بسیار خوب، اینجا داستان مفصل است. من میخوام داستان رو کوتاه کنم، نتیجه شو خدمتتون بگم که بین حاکمان اینجا چه اختلافهایی بود و اینها مربوط به اون نکته نیست که من میخوام خدمت شما عرض کنم. اما حاصل اون که نیشابور کاری انجام نمیدهد و این آقا میآید شخصا لنگ میبنده و سر اینها رو میباره. این آخون که اسمش رو آوردم خدمتتون، میگوید خودش آمد شخصا لنگ بست و سر این دو نفر رو برید. بعد توضیح داده اینجا و خیلی خوب. بعد انگلیس ها اقدام کردم و نامه نوشتم به سردار اسعد که آقا توضیح بدهید در باب این جنایت که داستان چیست. سردار اسعد به من گفت که فلانی چه بکنی برای این کارهای ناشایسته‌ای که آبروی مملکت را می‌برند. از این واقعه سردار اسعد خیلی متغیر به نظر می‌آمد. من گفتم اینها که مرتکب این کارها شدند بایستی تنبیه بشوند. پس تلگراف در شیخ محمد باقر را گرفتند و روانه تهران کردند و اون آخوند مشهدی را هم به اعتبار تبعید کردند. شیخ محمد باقر وقتی به تهران رسید در نزدیکی که ریاست اون با یفرم بود محبوس شد. یواش یواش زمزمه شنیده می شد که تدارک قوقای می شود. می گفتن چطور می شود ملای مسلمان را حبس کرد، اون هم زیر دست یک نفر ارمنی. می گفتن باید پولی به حکومت بشود و او را به عتبات بفرستن. این مطلب در مجلسی در خانه سپهدار تنکابونی منظور است که من حاضر بودم مطرح شد.
من با نهایت شدت و ضد اعمال شیخ محمد باقر و حامیانه او حرف زدم. گفتم اگر شیخ محمد باقر چند نفر مسلمان را کشته باید قصاص و کشته بشود. این حرف بر آخوندها خیلی گران آمد. مرحوم آقا سید عبدالله بهبهانی، یعنی دیگه روشنفکرترین آخوندها بوده در اون عصر، مرحوم آقا سید عبدالله بهبهانی در اون مجلس حاضر بود. شیخ محمد حسن یزدی پدر دکتر مرتضی یزدی معروف هم حاضر بود. بله، گفت هرچه باشد نوع آخوند را که نمیشود کشت، او هرچه باشد از علماست. شاهده شما کنید یک آخوند به طمع پول برای بردن ثواب بیشتر لنگ ببنده سر دو نفر ایرانی رو ببرد و پیشوایان آخوندها روشن فکرانشون بگن که آخوند رو نمیشه باید کاری کرد، او هرچه باشه از علماست. من بسیار متغیر شدم اون وقت، بیش از اندازه من تند بودم. راست میگید، به او گفتم اون چیزهایی که شما میگویید من هم خوندم، شاید کمتر کسی به اندازه طرح‌زاده علوم قدیمه خوانده بود. آدمی بوده که در 5 سالگی قرآن رو حفظ بوده و بعد دروس مختلف قدیم رو همه در تبریز تمام کرده بود، حتی پزشکی و اینا، فیزیک و شیمی و غیره و اینا تا اونجا که دستش می‌رسید. بسیار مرد عالمی بود. میگوید من اینا رو منم خواندم، نه از قرآن و نه از احادیث دلیلی نمیتوان پیدا کرد که اگر مرتکب قتل محمد باشد از مجازات معاف است. شیخ یزدی گفت، با لهجه یزدی صحبت میکرد، شما اول شرابخانه ها را ببندید اون وقت آخوند را بکشید. مغالطه رو ببین، اول شرابخانه ها را ببندید بعد آخوند را بکشید. بله، من گفتم مانع و جمع نیست، هم شرابخانه ها را میبندیم و هم آخوند مجرم را به صدایش میرسانیم. این حرف ما، این حرف مایه خیلی رنجیدگی آخوندها شد. اون چه خودم تصور میکنم منشأ بغض از این واقعه ایجاد شد، دشمنی جلو رفت و مخالفت روز به روز شدت گرفت، تا اونجا پیش رفت که حکمی از علمای بزرگ، یعنی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و حاج میرزا حسین نمیدونم کی علیه من گرفتن، همه را بگویم طولانی میشود. این تکی بود خدمت شما هموطنان گرامی و بزرگوار. خوندم و اون متحری رو که کشتن، نمیدونم چه گروه فرقان بود که کشتن، گفت دست ها ممکن است با شمشیر بالا برود، اما دستی که با شمشیر گردن آخوند رو بزند مشکل است. منظور این بود که ثابت کردن حکومت آخوندی مشکل است. ما ایرانیان هم بعد از این در واقع اهانت بزرگ، یعنی شکست از عرب و تسلیم در مقابل اینها، و اینکه اینها قریب 600 اندی سال بر مملکت ما حکومت کردن و حتی داشتیم بردن و خوردن، دلاوران ما که به میدان پای گذاشتن همراهان کافی برای ثابت کردن حکومت عربی نداشتن، به جهتی که اینها رو منتسب به الله می‌دانستن. دلاورترین همه اینها به گمان من یعقوب لیس صفاری است. با لشکر آمد بغداد، در اونجا خلیفه عمامه رو برداشت که من از طایفه رسول الله، جانشین رسول الله هستم و این کافر است. دست ها لرزید و سست شد تا بالاخره، من نمیدونم چه بگم، میگم خدا رحم کرد که رحم نبوده. مغول ها آمدن بر تمام مملکت ایران رو خراب کردن، ملت ایران رو به قتل رساندن، اما اونها رو هم سرنگون کردن. یعنی زمانی ما توانستیم نفس بکشیم و دوباره نام ایران رو به این سرزمین اجدادی بگذاریم و دارای پرچم و دفتر و نمیدونم نام و نشان و هویت بشویم که یک بیگانه خونخواری آمده است و ما رو از شر اینا نجات داده است. این هست که امروز هم در واقع این خود یک مشکل بزرگی است، این داستان آخوند بر حکومت. و من امیدوار هستم به عنوان یک ایرانی که هموطنان ما به اون درجه از روشنی برسند که
که بدانند مجرم مجرم است. همطور تقی‌زاده گفت مجرم مجرم است، دوز دوز است، قاتل قاتل است، چه آخوند چه غیر آخوند. این مایه جنایت که این آخوندها در حق ملت ایران انجام دادن هیچ حکومت بیگانه نکرده است و من سراغ ندارم. حالا بگذاریم در جنگ های مغولان یا فرض کنیم تیموریان اینها کشته ها اینها بماند، اما اونها هم به حاکمیت این سرزمین که میرسیدن سعی بر گسترش عدل و داد داشتن، هم جانشینان تیمور هم جانشینان چنگیز خان. اینا وقتی که دیگه دوره های آشفتگی و جنگ گذشت به امارت مملکت پرداختن و به راضی ساختن ساکنین اون و به دلجویی از علما و گسترش معرفت و این هاست که در تاریخ ها مسئول از شما هم خوانده اید و میدانید. اما این گروهی که امروز هستن ما روز به روز میبینیم که در واقع این امواج فساد عظیمتر و این دریای فساد مواجتر دیده میشود و ما هرگز دولتی به این درجه از فساد سراغ نداریم و این مایه جنایت که این آخوندها در حق ملت کردن واقعا در هیچ جای تاریخ دیده نشده است و ادعاهای بیشتر هم دارند. در واقع نه تنها ما حاکمیت ایران زمین در دست ماست که ما بایستید که این انقلاب خود و این اخلاق رو صادر هم بکنیم به کشورهای دیگر که مطلبش خیلی خیلی واضح است. من امیدوار هستم در این سال جدید اون که ذهن و فکر ما رو مشغول کند براندازی حکومت آخوندی باشد. چاره ای جز براندازی این حکومت نیست. این اصلاح طلب هم به نوعی میخواستن براندازی بکنند. اندیشه اصلاح طلبی یعنی اون که ما میاییم پای صندوق ها به کمک رأی ها خود رو در مجلس قوی میکنیم و بعد به حقوق مردم احترام میگذاریم. وقتی مردم رو با خود یار کردیم آرام آرام این آخوندها رو پس میدانیم تا جایی که اینها آثاری از اینها در حکومت ایران نباشد، در حالی که خب این مطلب را آخوندها هم فهمیدن و ما دیدیم ماجرای اصلاح طلبی به کجا رسید. چاره‌ای جز در واقع حصول آزادی به دست آوردن آزادی نیست و تا این نوع حاکمیت و این نوع قانون اساسی و این نوع عدالت و این نوع آدم ها بر کشور ما حاکم هستن فکر میکنم نوروزهای ما چنانچه باید نخواهند بود. فیلمی قدیمی عرض کنم که سالهای خیلی پیش تهیه شده است و به جهت این که مردم ما همه که سیاسی نبودن، یکی ازی میخواستن زندگی بکنن و زندگی میکردن در روزگار رژیم سابق و خاطرات خوشی دارن از اون روزگار و این تک فیلم هم که دیدید یادگار اون روزگار هست و ای کاش اندک آزادی سیاسی میبود، ای کاش آزادی کاش حاکمیت قانون میبود و مملکت ما به این درکات این نکبت واقعا فرو نمیرن. بگذاریم عرض کنند که چنانچه ملاحظه فرمودید و فرمودند همه جهانیان ملاحظه فرمودند رژیم جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه تحزب و تشکل در مملکت نمیدهد. سهل است که اگر چنانچه کسی قدمی در راه عدالت بردارد، آزادی خواهی بردارد، او رو در واقع به زندان میفرستند و شکنجه میکنند و در تاریخ ما سراغ نداریم که وکیل یک متهمی رو ببرن و شکنجه بکنن. در واقع هیچ گونه شانسی به ملت میخواهند ندهند تا چه رسد به حس و تا تحزه آخوندها میدانند چنون که ملت رو اجازه بدن که مردم حتی برای تظاهرات معمولی هم به خیابان ها بیان ممکن است اون تبدیل بشود به یک جنبش ملی برای براندازی آخوند. این است که اجازه هیچ گونه تشکلی و تعذبی نمیدهند و بدون اتفاق و اتحاد و در واقع مادی ساختن اندیشه ها که ما در پس سر داریم در باب حکومت و براندازی استبداد
البته میسر نخواهد بود. این است که حداقل ما در این سال جدید یکی دو نفر، سه نفر، چهار نفر، دوستان نزدیک ما بایستی بنشینیم و در باب این قضایا فکر بکنیم، ابتدا خود رو قوی بکنیم به لحاظ اطلاعات تاریخی و سیاسی مملکت. این کار عزم ما رو جذب‌تر می‌کند در کار سیاسی. حداقل من بارا عرض کردم، حداقل این تاریخ ایران زمین، تاریخ سیاست جدید ایران زمین از روزگار فتحعلی‌شاه تا به امروز نگاه کنیم، ببینیم چه مایه فداکاری و چه مایه تلاش رفته، چه مایه خونها ریخته شده و چگونه همه این تلاش ها به قول اون شاعر آواره شده است و ما هنوز در خم یک کوچه. این است که ابتدا باید خود رو مسلح کنیم به اطلاعات تاریخی و سیاسی. و ایران زمین سرزمینی است که هرچه ما در باب فرهنگ این سرزمین مقدس در بیشتر تحقیق بکنیم، بیشتر در واقع شیفته این آب و خاک و مردمان خواهیم شد. و باز این هم طریقی است که در واقع عزم ما رو برای در واقع به دست آوردن عدالت اجتماعی جذب‌تر می‌کند. این است که من واقعا نمی‌دونم با ما نوروز چه باید گفت، اما بهترین چیزی که ما می‌توانیم در واقع بدون بیاندیشیم چیزهای سطحی و معمولی و عرض می‌کنند که مزخرفات دنیاوی به قول قدیمی‌ها نیست، بلکه اندیشه عدالت بر سرزمین، اندیشه در واقع دموکراسی و حاکمیت ملت، اینها بدترین اندیشه هایی است که ما میتوانیم در سال جدید داشته باشیم و بتوانیم در واقع خود رو به یکدیگر بیشتر نزدیک کنیم، بتوانیم گروه های سه نفره، چهار نفره، ده نفره، نمیدونم، نه الزاماً بنشینیم نمیدونم بحث های سیاسی بکنیم یا شعارهای سیاسی، نه، در واقع مطالعه در باب تاریخ این سرزمین، تاریخ سیاسی مملکت، چه کسانی خدمت کردند به این سرزمین، چه کسانی برعکس اون کردند و چه مایه رجال بزرگ پیدا شدند و در این سرزمین به خاطر آزادی و حاکمیت ملت کوشیدند و چرا و به چه دلیل ما در این طریق دچار در واقع شکست شدیم و هنوز سرزمین ایران بعد از گذشت 150 سال تلاش و پیکار برای آزادی در جدول کشورهای استبدادی تقریبا، تحقیقا عرض میکنم، نه تقریبا، جز کشورهای پایین جدول هست، یعنی در ردیف کره شمالی و عربستان سعودی و این کشورهاست. این چرا چنین شده است واقعا؟ چه عیبی در کار ما بوده است که رضایت ما به اینجا رسیده است؟ اینها سوالات بزرگی است که ما باید خود برای خود حل کنیم و سعی نکنیم همواره گناه به گردن دیگری بیاندازیم و سعی هم نکنیم منتظر باشیم تا دیگری برای ما کاری انجام دهد، دیگری برای ما دموکراسی بیاورد، منتظر شویم آمریکایی‌ها برای ما آزادی بیاورند. چنین چیزی میسر نیست. سرنوشت ما در دست خود ماست. من از شما بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر گرامی که با مهارت برنامه رو هدایت فرمی کردن بسیار ممنون هستم. یک بار دیگر نوروز رو به همه شما هموطنان گرامی در سراسر گیتی تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم این سالی که آغاز میشود سالی پربرکت باشد، از هر سو به خصوص در زمینه آزادی و عدالت اجتماعی برای ملت بزرگ و شریف ایران زمین. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.